أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با نام یاد پروردگار متعال عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و هموطنان ارجمند. وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم که ساعات و لحظات زندگیتان مالامال از یاد خداوند متعال باشه و برکت و عافیت نصیبتان باشه انشاءالله. خوشحال هستیم که به توفیق پروردگار بزرگ امروز هم در خدمت شما قرار گرفتیم از طریق تقدیم و ارائه برنامه عارفانه، موضوعی را که انشاءالله با خواست خداوند متعال و در حضور کارشناس ارجمند برنامه پیشکش حضور شما خواهیم کرد، در رابطه با یکی از مباحث بسیار مهم قرآنی و دینی هست که عبارت باشه از موضوع انفاق در اسلام و اهمیت و جایگاه این مسئله. در خدمت سرور گرامی و روحانی بزرگوار جناب آقای اخلاقی هستیم و انشاءالله در این برنامه صحبت ما پیرامون اهمیت انفاق و جایگاهش در اسلام خواهد بود. خدمت شما آقای اخلاقی بزرگوار عرض سلام داریم، خیلی مقدم عرض میکنیم، خوش آمدید به برنامه. علیک السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. بنده هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله سرفرازی و سربلندی همه ایتان از خداوند تبارک و تعالی خوانم. بزرگوار هستین، خیلی تشکر میکنیم از آقای اخلاقی از حضور ارزشمند شما در برنامه امروز. دوست داریم حضرت علی در بحث نخست در رابطه با مفهوم انفاق و انواعش بیاناتی را داشته باشد. خدمت حضرت عالی و بینندگانی نهایت عزیزتان عرض بکنم که انفاق یکی از امورات دینی ماست که انسان اون چیزی را که داره قسمت او را به دیگری بده. مفهوم انفاق به معنای این است که یعنی شکستن، مثلا یک مقدار از مال خود را میشکنی یا کم میکنی یا کسر میکنی، به کسی دیگری او را بخشش میکنی یا به کسی دیگر او را پرداخت میکنی، به او میدی. این میگه از معنای انفاق اینه که از مال و دارایی و ثروتی که در اختیار شما است، ولو کم یا زیاد، شما یک مقدار از این دارایی را یا از این مال و از این ثروت را به اون کسی که این مال چی در اختیار داره یا چی در اختیار نداره به اونش کار نداریم، به اون میدی. مفهوم انفاق این است. بله. اما این که انفاق چند نوع داره، در حقیقت انفاق دو نوع داره، دو قسمه. یک انفاق واجب، یک انفاق مستحب یا سنت است. در اصل انفاق دو شاخه کلی داره، انفاق واجب و انفاق مستحبی. انفاق واجب اینه که او باید باشه، اگر نباشه مثلا ما یکی از ضروریات دین ما مثلا در خطر میفته، یکی از امورات اصلی دین ما مثلا دوچار خدشه میشه، مثلا زکات. بله. زکات دادن مال هست، اقیم الصلاة و آتو زکات، زکات مال باید بدیم. یا خمس، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اینا واجبه. یا زکات فطره، مثلا زکات فطره چیه؟ واجب، واجبه. انفاقه واجبه، باید اینا انجام شوه. مثل ازی که باید نماز بخوانیم، مثل ازی که باید روزه بگیریم، باید زکات هم بدیم و خمس هم بدیم. این انفاق، انفاق واجبی، یعنی اگر این واجب ترک شود، یعنی ما در قد یک از واجبات الهی که قد دستور قدی بالای ما شده ایره ما ترک کردیم. بله. اما یک نوع انفاق، انفاق مستحبیه، واجب نیست، اگر ما انجام بدیم ارزش داره، در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی مقام ما بالا میره، مثلا یک خصلت کریمانه است، یک نیروی کریمانه ما زنده میشه. ولی اگر انجام ندیم مثلا چیه؟
ما دچار خطا نمیشیم. فرض مثال دهه ماه محرم الحرام مردم نذر میکنه برای خدا، خوبی واجب نیست. یا مثلا در شبه های قدر نذر میکنه، ای واجب نیست. یا همسایهش مثلا مشکل اقتصادی داره، یک مقدار کمک میکنه از لحاظ واجبات، نه که مثلا زکات یا خمس حد اوی قطعی برش واجب شده اینا رو پرداخت بکنه، اینا واجب نیست، مستحب است. اگر بده خیلی با ارزشه، اگر نده مثلا اگر این انفاق نکنه کدام عذابی کدام مشکلی در زندگی از این آدم پیدا نمیشه. خداوند تبارک و تعالی هیچ انسان را روز قیامت محکمه نخواهد کرد که تو در ماه محرم چرا مثلا نظر نکردی، یا تو در شب قدر چرا نظر نکردی. ولی موقعی که زکات پرداخت نکنه حتما موردی سوال قرار میگیره که چرا زکاتی که واجب بود او را پرداخت نکردی. خب ما اگر مثلا بیاییم به مستحبات زیاد توجه نکنیم، همه واجبات اگر ما مثلا همه مسلمان ها همه کسانی که پیروی دین اسلام همه واجباتی که در مال تعلق گرفته او را پرداخت بکنه، احتمال خیلی زیاد است که فقیری باقی نمانه. همه مثلا به جایگاهی برسه از این حالت فقر، از این حالت تنگدستی، از این مشکلات که امروز ما در جامعه خود داریم، از این رهایی پیدا میکنه. متاسفانه یکی خب اصلا ایده کسانی که واجبات شرعی خود را انفاق نمیکنه، مالهایی که مثلا به او زکات تعلق میگیره، به از او مثلا وجاهات شرعی تعلق میگیره، خمس تعلق میگیره، زکات فطره تعلق میگیره، باید پرداخت بکنه، اینا رو پرداخت نمیکنه، خب نه مال خودش برکت داره و او جامعه هم که فقر روز به روز زیادتر و بالاتر میشه. خدا خیرتان بده. از او اخلاقی در رابطه با بحث نفقه واجبی که برگردن سرپرست خانواده هست بفهمید، آیا این جزء اصلا در مقوله انفاق ها محسوب میشه؟ مثلا ما یکی از واجباتی که سرپرست فامیل یا پدر بر عهده داره ایست که نفقه زن و فرزندان خودش فراهم بکنه که حالا اون ضروریات اصلی و نیازهای اولی زندگیشان از خوراک و پوشاک و مسکن، این از نظر شرعی ظاهرا واجب هست که نفقه پرداخت بشه برای همسر و فرزندان. این جزء به حال نفقه و انفاق از یک میشه هستن، این هم جزء انفاق های واجب محسوب میشه. خب خدمت حضرت عالی عرض کنم ای که مثلا شما در مسئولیت خانواده را به عهده دارین، ای با او انفاقی که در اجتماع داریم با او فرق داره. مثلا پدر پیر داری، مادر پیر داری، نفقه او به گردن شما چیه؟ واجب است. واجبه. مثلا فرزند شما، خانم شما، خانواده شما، اینا نفقاتش واجبه، انفاق هست، واجب است. ولی با او فرق میکنه، اینا دو تا شاخه هستن. به هر حال جزء پرداخت های مالی واجب هست. مالی واجب هست. بله. ولی اویی که مثلا شما در اجتماع پرداخت دارید مثل زکات، با اویی که در خانه پرداخت دارید این زکات نمیگه. درسته. ای وجوه چی نفقه واجب اهل و عیال خانواده است که باید پرداخت شود. بله. بله انفاق قردوش انفاق است. قردوش واجب است. سلامت باشید. واجب اخلاقی با توجه به وضعیت جامعه، مثلا ما در روایات داریم که کسی که شب سیر بخوابه در حالی که همسایه او مثلا گرسنه هست، مثلا تعبیر از این قبیل که مسلمان واقعی نیست، از این تعبیر در روایات داریم. حالا فرض کن یک شخصی نفقات واجب خود یا انفاقهای واجب خودش رو داره پرداخت میکنه، به اصطلاح سر سال خمسی داره و حالا یا زکات بهش تعلق میگیره یا نمیگیره، به هر حال چون زکات موارد مشخصی داره یا نصاب مشخصی داره که ممکنه برای همه رخ نده وجوبش، ولی مثلا سر سال خمسی بعید است که کسی شغل داشته باشه و درآمد داشته باشه ولی خمس بر او واجب نشه، چون ظاهرا بر همه لازم هست که این سر سال خمسی رو داشته باشن هر کسی که درآمد داره. و یا فرض کنین که حالا زکات چه پرداخت میکنه، خمس خدا پرداخت میکنه، زکات فطره هم که در پایان ماه مبارک رمضان واجب میشه اونم پرداخت میکنه. با این وجود شخص توان مالی زیادی داره، تمکن مالی زیادی داره و در با این وجود مثلا به فکر فقرا و ایتام و خانواده‌های بی‌سرپرست نباشه اصلا. آیا این
حالت اصلا حالت پسندیده هست یا خیر؟ مثلا یک توضیح دیگه هم خدمتتون بتونم، مثلا شخص بگه خب من واجبات خود پرداخت میکنم دیگه، چه نیازی است که من به مستحبات بپردازم؟ کمی توضیح بفرمایید. خدمت حضرت عالی عرض بکنم، مثلا شما پرداخت وجوهات شرعی را دارین، زکات میدین، خمس میدین، زکات فطره دادین، ولی همسایه دارین گرسنه است یا وضعیت اقتصادیش زیاد خوب نیست، متوجه شدی؟ خب این بهتر اینه که شما با دست از او بینوارم باید بگیرین، این جزء نفقاتی یا انفاق مستحبی میشه. ولی قطعا ما اگر بیاییم این به فتوا بدیم یا مثلا یک دستوری کلی اسلام بگیم که اگر ما چون این کار نکردیم، یعنی کمک به او به بضاعت نکردیم، ما از مسیر خارج میشیم، یا مثلا ما اصلا مسلمان به حساب نمیاییم، به نظر من چون این حرف بسیار سخته. ولی یک توصیه اخلاقی است، خوب است که ما مثلا بیاییم به بیعزاعت ها و همسایه هایی که مثلا در کنار ما است گرسنه است. حتی روایت از رسول خدا نقل شده، میگه کسی که سیر بخوابه و همسایش گرسنه باشه، پیامبر میگه ای به من ایمان نیاورده. این بسیار که حرف بزرگیه، میگه ما منبی با تشبعان و جار و جای پیغمبر میگه ایمان به من نیاورده کسی که خودش سیر بخوابه ولی همسایش گرسنه باشه. ولی با همی حالت چون یک انفاق مستحبی است، ای از جاده اصلی خارج نمیشه، توصیه اخلاقی است. اگر ما بیاییم به این فتوا بدیم که حتما باید با همسایه خود شریک باشیم، خوی فتوا دادن یک اصول حرج و سختی را در جامعه پیدا میکنه دیگه، مثلا مشکلات در جامعه پیدا میکنه. خب همه مثلا فقرا به این فکر باشه که خب کمک همسایه ما میکنه، یا آقایی که سرمایه دار یا حاجی صاحب منطقه به ما کمک میکنه، چون پیغمبر گفته که مثلا اگر ما کسی سیر بخوابه و همسایه‌ش گرسنه باشه ایمان نیاورده، پس این حتما به ما کمک میکنه. ما اگر در حقیقت 100% به این عقیده باشیم، تقریبا ما میم کار میکنیم که مفتخوری و گداپروری را در جامعه چی میکنیم؟ ترویج میکنه. بگذارین همه کار بکنن، زحمت بکشن، مثلا تلاش بکنن، همه روی نفقه خود تلاش بکنن، ولی اگر یک موقعی کم آورد، اون آقایی که مثلا یک چیزی در اختیار خود داره، باید بگو کسایی که در اختیار خود نداره همکاری بکنه. خدا خیرتان بده. تشکر میکنیم. بینندگان عزیز با ما همراه باشین، بعد از یک میان برنامه‌ای که آماده نش هست باز میگردیم و ادامه صحبت رو تقدیم شما خواهیم کرد. از حضرت سید الاوصیا و سرور اتقیا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقل شده که فرمودند طوبی لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامه، خوش به حال کسی که اضافی مال خودش را در راه خدا به نیازمندان انفاق بکنه و اضافی سخنان خودش را پرهیز بکنه و سکوت داشته باشه. انشالله که پیرو این حدیث نورانی باشیم. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و گفتگوی ما در رابطه با بحث انفاق هست و جایگاه انفاق در اسلام. صحبت ارزشمند در بخش قبلی جناب استاد اخلاقی فرمودند و در این بخش می‌خوایم بیشتر رویکرد ما به آیات کریمه قرآن باشه و جایگاه و ارزش و اهمیت انفاق را از لابلای آیات شریفه قرآن مجید ان شاء الله جستجو بکنیم. خدمتتون هستیم. آقا خدمت حضرت عالی عرض بکنم که یکی از نکات یا دستوراتی از سیاسی اسلام قرآن برای ما دستور به انفاق داده. درست. آیات زیادی از قرآن کریم در این مورد است. ما یک آیه را انتخاب کردیم، بعد اینا با هم میخوانیم، اگر وقت بود آیات دیگری هم خدمت شما بینندگان خواهیم بود. خدا خیرتان بده. قرآن عظیم شان در آیه 92 سوره آل عمران، 91 سوره آل عمران اینطور میفرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگه هرگز، لنی نفی ابده، میگه هرگز انسان ها به رستگاری نمیرسن، اون چیزی را که در اختیار دارن او را باید در راه خدا چه کنن؟ انفاق کنن. این اون چیزی را که انفاق میکنه باید از او چیزهایی باشه که مورد علاقه و پسندش باشه. او مالی را که میخواه انفاق بکنه باید او را دوست داشته باشه، او چیزی خوبی باشه، مثلا چیزی به ارزش انفاق نکنه. برای نمونه یک سه تا مثال برای تان میزنم.
ابو طلحه انصاری آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد، گفت یا رسول الله، روبروی مسجد شما یک باغ دارم، میبینی که چی باغ قشنگیه، باغ زیبایه، میوه های رنگارنگ داره، ولی شما در مورد انفاق خیلی حرف زدین، خیلی سخن گفتین، میخواییم من باغ برای خدا چی کنم؟ درای خدا انفاق بکنم. بله. رسول خدا فرمود که بسیار معامله خوبیه، معامله خوبیه، حالا که میخوای ایره انفاق بکنی، ای باغه ایره برای کی انفاق بکن؟ برای فقرای از فامیل خود انفاق بکن. بعد امی باغه ابو طلحه انصاری برای فقرای فامیل و خیشان و خیشابندان خود چی کار کرد؟ انفاق کرد. یا مثلا حضرت ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه آمد خانش مهمان، به مهمانای عزیز خود گفت که من خب فعلا مصروف هستم، این چند تا شطور دارم، مثلا یک تا یا دو تا یا سه تا، یک از اینا رو برای خود ذبح کنید و نهر کنید، نوشجان کنید، کباب پخته کنید و بخورید. رفقایش آمد یک تا شطور لاغر هم مثلا ذبح کرد. حضرت ابوذر رضوان الله که آمد گفت که چرا همون شطوری چاق ذبح نکردین، نهر نکردین، نکشتین؟ گفتو باشه برای روز مبادای تو که یک وقتی مثلا مصرف داری، یک وقتی هزینه داری، یک وقتی مشکلات داری. گفت مبادای ما یا روز فردای ما شب اول قبر ما است. چه عظیم. چون اون چیزی را که من دوست دارم باید در راه خدا انفاق بکنم. داستان قابل و قابل هم اینطوری بوده نه؟ قابل میآید شطوری سرخ موی گله خود قربانی میکنه، قابل میآید یک خوشه گندمی سرخی زده و یا زرد شده را قربانی میکنه، اون چیزی که بهتر بوده اون مورد قبول واقع میشه. انما یتقبل الله من المتقین. انما یتقبل الله من المتقین. یا مثلا حضرت بیبی دعالم فاطمه زهرا سلام الله علیها عروسی کرده، میخواد برو به خانه امیرالمومنین علیه السلام، در وسط را کسی میآید اظهار عجز و ناتوانی میکنه، لباس میخواد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دو تا لباس داره، یک لباسی کهنه، یک لباسی نو. حضرت زهرا چیکار میکنه؟ لباس عروسی امو لباس نو به او سائلی که در وسط را آمده رای حضرت زهرا را گرفته به او میده، با لباس کهنه به خانه شوهر میره. لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون. هیچ انسان به رستگاری نمیرسه مگر اینکه چیزی را که مورد علاقه و دوستیش باشه باید برای خدا بده. اگر اجازه حضرت عالی باشه امی آیه رو یک مقداره که چه کنیم موردی بررسی و کنجکاوی قرار بدیم. پیام های امی آیه، امی آیه خیلی آیه، همه آیات قرآن خوبیه ولی این آیه بسیار یک آیه شیرینیه برای طبقه فقرا، برای همه، برای ثروتمندان. خب بیاییم که امی آیه رو بررسی کنیم که امی آیه چی پیام های برای ما داره. میگه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به رستگاری نمیرسن تا اینکه انفاق بکنن اون چیزی را که دوست داره. میگه به رستگاری نمیرسی تا اینکه دوست داری انفاق بکنی اون چیزی را که مورد علاقه تو است، او را اگر انفاق کردی تو به رستگاری میرسی. میگه و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. میگه اون چیزی را که تو انفاق میکنی چی خوب چی بد، میگه ای چی قسمی هست که خدا با او دانای او رو میبینه، خدا او رو میفهمه که تو چی اتفاق کردی، او از زیر نظر بار تعالی خارج نیست. چی بهتره ای که آدم یک چیزی خوب، یک چیزی با ارزش انفاق بکنه. این آیه مبارکه. اما مثلا بیم نکته ها، یگانه راه رسیدن به مقام نیکوکاران انفاق آن چیزی است که مورد علاقه ای تو باشه. نکته اول از این آیه، میخوای به راه رستگاری برسی، میخوای به سرمنزل برسی، میخوای ارزش پیدا بکنی، میخوای خدا تو رو دوست داشته باشه، میخوای محبوب قلبهای انسانها باشی، چیکار باید بکنیم؟
اون چیزی که مورد علاقه ما است او را در راه خدا بدیم. حضرت امام حسن امام حسین مریض میشه علیهم السلام، حضرت امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها و فضه خادمه برای که شفای ناب شفا پیدا بکنه روزه میگیره. یک شب فقیری میآید، یک شب یتیمی میآید، یک شب اسیری میآید. با حال با اینی که به او غذا نیاز شدید داره روزه هست، همه رو برای خدا میده، با آب افطار میکنه. و یطعمون، اونجایی که قرآن آیه نازل میشه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خدا خیرتون بده جای اخلاقی. تشکر میکنم، انشاءالله فرصت داریم که باز هم صحبت های شیرین شما رو بشنویم. به اتفاق بینندگان عزیز خواهش میکنم همراهی بفرمایید. بعد از وقفه‌ای که در برنامه خواهیم داشت انشاءالله خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. عرض سلام و ارادت مجدد خدمت شما همراهان ارجمند برنامه عارفانه. تاعتم قبول باشه انشاءالله اجازه بتین که باز هم قبل از اینکه صحبت های ارزشمند جای اخلاقی را گوش فرا بتیم، برنامه را مزین بسازیم به کلام دلنشین از امیر مؤمنان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام که فرمودن انما لک من مالک ما قدمته لآخرتک و ما اخرته فللوارث. فرمودن همانا جز این نیست که بهره تو از مالت همان چیزی است که در راه خدا انفاق میکنی و آنچه که انفاق نکردی و نگه داشتی برای وارثان است. انشاءالله که بتونیم اهل انفاق در راه خدا باشیم، چه انفاق واجب باشه که قطعا فریضه است و باید پرداخت بشه و چه انفاق های مستحبی که پیشتر جای اخلاقی فرمودن که حقیقتا وظیفه و تکلیف بسیار مهمی داریم در قبال قشر مستمند جامعه، آن هم در جامعه مثل افغانستان ما که قطعا در اطراف و اکناف ما افراد مستمند و نیازمند فراوان هستند. و چه خوب است آنانی که دارای تمکن مالی هستند و دستشان به جیبشان میرسه انشالله احوالی از مستمندان بگیرن و اهل انفاق باشن. در خدمت جای اخلاقی هستیم، ما میخواییم ادامه فرمایشات ارزشمندشان رو بشنویم. خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب عرض بکنم که داشتیم پیامهای آیه مبارکه رو میخواندیم. بله. خداوند تبارک و تعالی میفرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به رستگاری هرگز نمیرسین مگر اون چیزی که مورد علاقه شماست و از مال و منال دنیا دوست دارین او را در راه خدا چی کنین؟ انفاق کنین. پیام اول این بود که اون چیزی که مورد علاقه شماست او را انفاق بکنین. پیام دوم چیست؟ پیام دوم این است که در انفاق تنها فقر زدایی نیست، بلکه رشد انفاق کننده هم مهم است. اگر ما بخوایم مثلا در جامعه انفاق بکنیم، از مال و منال خود بدیم، خب قطعا یک ده کسانی که فقیر است، فقر و بدبختی از جامعه چی میشه؟ از بین میره. ولی اون چیزی که مثلا کسایی که اهل انفاق است، اینا اینطور میگه، میگه بهترین لذت اینه که تو از مال و منال چیزی رو به فقرا بدی. بله. سائلی آمد در مسجد. در او زمان حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام داشت نماز میخواند، در حالی رکوع بود. گفت کسی است که مرا مثلا کمک کنه، یاری کنه، یک چیزی برای من بده. خب ایده اون چیزی که از تاریخ و آیات میگه که فرض مثال حضرت امیر وقتی که رکوع میکرد در با دست خود اشاره کرد، در دست های مبارکش یک انگشتر بود، انگشتر بسیار پرقیمت هم نبود، انگشتر معمولی بود. یه را در راه خدا انفاق کرد، در حال رکوع انفاق کرد. یک آیه نازل شد، آیه ولایت. آیه ولایت. چقدر خوبه که انسان انفاق میکنه، یعنی رشد خودش مهمه. بله. حضرت امیر در حال رکوع انفاق میکنه، در همون حال چی میشه؟ آیه نازل میشه. بعد وقتی که آیه نازل شد، ایده بودن در او زمان هم خبر شدن که آیا در شأن انفاق حضرت علی چه شده؟ نازل شده. خب آمدن یک انگشتر بسیار پر قیمت هم دادن. هرچی منتظر نشست دید که آیه نازل نشد. این بسیار مهمه. همین انفاق باعث میشه که آیه نازل شده و بر تارک تاریخ
وجود مبارک مولا امیرالمؤمنین به عنوان انفاق کننده حقیقی و واقعی بدرخشد. و هم آیه از آیه اخلاقی که اثبات کننده مقام ولایت ایشان هست. بعد از خدا و پیغمبر چنین کسی با این ویژگی که در حال رکوع نماز زکات داده او هست که لایق مقام ولایت و سرپرستی مؤمنان است بعد از پیغمبر خدا. این یه با ارزش، ای با ارزشه که با ای که مثلا یک چیز شاید لحاظ مادی پر قیمت نبوده و او را در راه خدا داد، خداوند یکی تمجید کرد گفت این اهل انفاقین. دوم با این آیه، یکی از آیاتی که دلالت بر ولایت مولا میکنه این آیه، رشد خود انسان ها مهمه. بله، یعنی کسی که انفاق میکنه، انفاق میکنه خودش رشد میکنه، لحاظ معنوی بالا میره. بله، ارزش پیدا میکنه، جایگاهی در پیشگاه خدا پیدا میکنه، ارزشی در پیشگاه خدا پیدا میکنه. همونطور که مولا قبل از اون انفاق این آیه با نازل نشده بود، بعد از این که انفاق کرد حضرت در حال رکوع انگشتر به سائل داد، این آیه چی شد؟ نازل شد. این دو نکته. نکته سوم که خدمت شما و بینندگان نهایت عزیز عرض بکنم که از این آیه به دست می آید، دلبستگی به دنیا سبب محروم شدن از مقام بر است. اونجا میگه آیه چی میگه؟ میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا، هرگز به مقام بر، مقام ابرار، مقام خوبان، مقام انسانهای با ارزش، مقام انسانهایی که اهل تقوا است، به اون مقام نمیرسید تا اینی که از اون چیزی که دوست دارید و مالی که مورد علاقه شماست رو برای خدا انفاق کنید، بدید. حالا اگر ما دلبسته شدیم، این مال در راه خدا انفاق نکردیم، مثلا به اون مقام میرسیم؟ هرگز نمیرسیم، هرگز نمیرسیم. اینی میگه اگر تو دلبسته به دنیا بودی، تو دیگه انتظار نداشته باشی به اون مقام چی برسی؟ به اون مقام ابرار برسی، مقام نیکوکار، مقام نیکوکاران. ابرار یعنی اهل یمین، اهل دست راست، انسانهای خوب، انسانهای شایسته، انسانهایی که در پیشگاه خدا مقامی داره، انسانهایی که در پیشگاه خدا درجه ای داره، انسانهایی که در پیشگاه خدا ارزشی داره. حاجی اخلاقی، با توجه به فرمایش حضرت عالی میتونیم بگیم که انفاق در حقیقت از یک جانب همونطور فرمودین خب خودش میتونه یک فریضه باشه در انفاق‌های واجب، و از طرف دیگر انفاق باعث میشه که انسان از وابستگی و علاقه به دنیا دور بشه، چون یکی از مهمترین خطراتی که در مسیر راه انسان مؤمن هست محبت دنیا هست، که فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیئه، در رأس همه خطاها و گناهان دوستی دنیا هست. و انفاق باعث میشه که ما این از این خطر بسیار جدی و مهم دور بشیم و دنیا دوستی را به اصطلاح نداشته باشیم و زهد داشته باشیم نسبت به دنیا. خدمت حضرت عالی عرض کنم، بله همینطوره. گرچه پول دادن سخته آقای حسینی عزیز، بله. امی که مثلا تو میایی پول میدی و اون مال رو میدی که مورد علاقه تو است، اون مال دوست داری، مثلا برای تو با ارزشه، خب پس این معنیه که تو واقعا دیگه دلبستگی زیاد به دنیا نداری، یعنی پشت کردی به دنیا. خب دنیا مثلا زندگی پست، زندگی که توان با گناه باشه به او دنیا میگه. و خب دنیا مثلا چهار نوع حیات داریم، حیات طیبه و حیات دنیای و حیات برزخ و حیات آخرت، ما با اونش کار نداریم. ولی وقتی که تو میایی یک مال را در راه خدا میادی، یعنی میخوای از زندگی پست دور باشی. خدا خیرتون بده. زندگی میخوای از زندگی حیوانی چی باشی؟ دور باشی. این میگه دنیا، مثلا خانه یا مثلا موتر یا زندگی خوب یا مبلمان اگر داشته باشیم و ای از رای حلال به دست آمده باشه، حق واجبش داده شده باشه، به فقرا کمک کرده باشیم، اسلام از داشتن اینا ما را منع نمیکنه. آقای امام صادق در ایام خودش مثلا لباس خوبی میپوشه. آقای امام باقر میگه سعادت مرد اینه که خانه خوبی داشته باشه. ما اینجا نمیخوایم کار کنیم یک قسم ترویج بکنیم که مثلا به زندگی بسیار اندکی بخور و نمیر ما پسنده کنیم، خدا هم میره گفته نه، اینطوری نبود.
اشتباه برداشت نشه. زندگی خوب داشته باشیم، در حالی که زندگی خوب داریم به فقرا کمک کنیم، به بیزات ها کمک بکنیم، حقوق واجبه را بدیم، مثلا با مستحبات هم عمل بکنیم، این باردش. خدا خیرتان بده. آقای اخلاقی، در حقیقت ما میتونیم حتی همین که خانه خوب داشته باشیم و به اصطلاح امکانات رفاهی خوب را برای فرزندان و همسران خود فراهم بسازیم، در حقیقت این خودش نوعی انفاق است، چون گفتیم پرداخت نفقه آل و عیال هم به هر حال از مقوله انفاق هست که واجب هست. حالا کسی که داری کار انجام میده، در حقیقت خودش هم نوعی انفاق هست که مورد تایید حضرات معصومین علیه السلام. خیلی تشکر میکنم آقای اخلاقی، وقت برنامه به اتمام رسیده، استفاده زیادی بردیم الحمدلله از برنامه و حضور شما در برنامه. با اجازه شما از خدمت بینندگان عزیز مرخص بشم. تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان رو همراهی فرمودین. انشالله که داشتهای برنامه و آنچه که در این برنامه گفته شد باعث شد که انشالله در مسیر ایمان و عبودیت پیشرفتی داشته باشیم، انشالله رضایت پروردگار متعال را کسب بکنیم. از همراهیتان تشکر میکنم. تا دیدار بعدی شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. خداوند حافظ و نگهدار یکایک شما بینندگان عزیز.